با درود بر شما عزیزان، من روزبه زرعی هستم، مدرس سازهای کوبه‌ای. دف یک ساز کوبه‌ای مربوط به موسیقی سنتی ایران. نظیر این ساز در کشورهای مختلف دنیا دیده میشه، مخصوصا در موسیقی خاورمیانه. اما سازی به این شکل فقط مختص موسیقی ایرانی هستش. منظورم یک قاب چوبی ساده با پوست و حلقه های در پشت پوست هستش که صداهای تاثیرگذاری رو بر موسیقی اضافه میکنه. امروز اولین جلسه آموزش ساز دف رو در خدمت شما هستیم با آموزش ضربه های اصلی و کلیدی این ساز. اولین و مهمترین قدم در آموزش دف نحوه صحیح نگه داشتن این ساز هستش. همونطور که ملاحظه میکنین، دست رو مخصوصا دست چپ برای راست دست ها در کنار بدن به شکل 90 درجه نگه می‌داریم. بعد دف رو از قسمت شستی یا همون فرو رفتگی که روی بدن داره بر روی یک دست به این حالت نگه می‌داریم. کناری ساز رو کمی به سمت بدنمون متمایل می‌کنیم. ارتفاع ساز از ارتفاع سر نوازنده بالاتر نباشه. ساز دف از 3 ضربه اصلی و کلیدی تشکیل شده که شامل توم، بک و ضربه دست چپ میشن که به ترتیب آموزش داده میشن. نواحی مختلف پوست صداهای متفاوت رو به ما ارائه میده. از مرکز به سمت کناره ساز هر چی فاصله بگیریم صداها از بم به سمت زیرتر هدایت میشه. آموزش ضربه توم از مرکز به سمت کناره ساز حرکت میکنیم و انگشت شست رو روی کمانه چوبی قرار میدیم. این حرکت اشتباهه، حتما باید انگشت شست روی کناره چوب قرار بگیره. وقتی که به این حالت قرار گرفت، انگشتان دست رو کاملا به هم میچسبونیم، بسته، هیچ فضای خالی نباید ما بینشون باشه. نوک انگشتان به سمت مرکز ساز. دست از کتف حرکت میکنه به سمت پایین میاد. دست از کتف حرکت میکنه به سمت پایین میاد. کل سطح دست روی پوست قرار میگیره. کف دست کمی گود. این حرکت حرکت توم هستش. حالا با کمی شتاب دادن به این میتونیم صدایی رو ایجاد بکنیم. حرکت بعدی حرکت بک هستش. دست همون جای قبلی از حالت توم انگشتان رو باز میکنیم، دست رو میچرخونیم، انگشت کوچیک از صفحه ساز خارج میشه، دوتا انگشت وسط رو به هم دیگه میچسبونیم و ضربه بک محل قرار گرفتنش اینجا کناری پوست هستش. همون حرکت عیناً تکرار میشه چند بار. با شتاب بیشتر صدای کاملا زیر و تیزی رو باید ایجاد بکنیم. ضربه آخر ضربه دست چپ هستش. بدون اینکه محل دست تغییر بکنه، انگشت شست نگهدارنده دف هستش. باید از سه انگشت پایینمون استفاده بکنیم و از مچ دست تا اونجایی که امکان داره به سمت عقب کشیده میشه، میاد بالا و روی پوست قرار میگیره. برخورد انگشت اول میتونه باشه یا نباشه. دقت بفرمایید. این حرکت حرکت دست چپ هستش. میتونید برای تمرین اولیه دف رو با دست راستتون نگه دارین و این تمرین رو انجام بدین. ولی بعداً باید دف به همین شکل استاندارد خودش قرار بگیره. حالا مجموع چیزهایی که توی این جلسه یاد گرفتیم 3 ضربه توم، بک و چپ. ضربه های اصلی دف حداقل یک هفته تمرین احتیاج داره تا نوازنده توی اونها حرفه‌ای بشه. با تشکر.